آقای محمدی، ما در ایران شاهد خیزش سراسری مردم هستیم و از طرف دیگه میبینیم همین پهپادها، موشک‌های ساخت ایران داره توسط روسیه استفاده میشه علیه مردم اوکراین که یک سال تقریبا درگیر جنگ شدن. ارزیابی شما از این وضعیتی که پیش اومده چیه؟ با درود خدمت شما و بینندگان محترم شما، نکته که در هر دوی این قضیه ما میتونیم به صورت یک فصل مشترک ببینیم بحث تجاوز هست. اونجا داره به مرزهای کشور، به حریم یک کشور تجاوز میشه و در داخل ایران داره به حقوق مردم، به در واقع حرمت و به کرامت انسانی مردم تجاوز میشه. نگاهی که عملا جمهوری اسلامی و این حکومت داره در واقع نشون میده اینه که هیچ گونه حقی رو نه در فضای بین المللی برای مردم به عنوان ملت، به عنوان صاحبان یک کشور قائله، نه در فضای داخلی خودش. از ابتدا البته نکته دیگه هم که باید شروع بکنیم اینه که ما همین در واقع بازیچه بودن جمهوری اسلامی در فضای برجام رو هم دیدیم که به نوعی مهره روسیه بارها تعبیر شد. یعنی منافعی که روسیه دنبال می‌کرد به عنوان منافع در اولویت بالاتر از منافع ملی برای ایران ظاهرا مطرح بود. ما می‌بینیم بارها این قضیه اشاره شد بهش که حتی در سخن صحبت‌های آقای ظریف و بعد در شرایطی که ما در دور هشتم هم در مذاکرات دیدیم که واقعا ایران نتونست با اینکه روسیه رو به عنوان نماینده نزدیک خودش میدید، ولی خب عملا روسیه در تقابل با ایران قرار گرفته بود و این کاملا نشون داد که ایران نتونست منافع خودش رو در واقع ترجیح بده به منافع روسیه. و اینجا هم در تجاوزی که به اوکراین صورت گرفت عملا جمهوری اسلامی تبدیل شد به پیمانکاری برای روسیه که بیاد تجهیزات نظامی رو در واقع تهیه بکنه و در اختیار روسیه قرار بده. خب جمهوری اسلامی خودش در شرایط خوبی نیست از نظر اگر نگاه بکنیم در جامعه جهانی و مذاکرات برجام. چطور میشه که دست به چنین اقداماتی میزنه و از تبعاتی که ممکنه براش داشته باشه ترسی نداره؟ اصلا چه تبعاتی براش این خواهد داشت؟ نکته که خیلی مهمه اینه که دنیا به خاطر تجاوزی که روسیه به اوکراین کرد در تقابل با روسیه قرار و عملا یه فضای دو قطبی ایجاد شد. در این فضای دو قطبی جمهوری اسلامی به خاطر حالا شرایطی که عملا سعی کرده بود به نوعی اینو بیاد به عنوان بازی و در واقع توازن قوا مطرح کنه، ولی عملا سعی کرد که به نوعی در باز در زمین روسیه این حرکت انجام بده. این باعث شد که وقتی که دنیا و تمام مردم اروپا حتی آمریکا از نسبت به روسیه که مستقیم این تجاوز هم از حیث انسانی و هم از حیث برهم زدن نظم بین‌المللی، هم از حیث انرژی که نوعی تنفر و در واقع پوتین ستیزی رو در دنیا ساری و جاری کرده بود، ایران رو هم در اون فیلد قرار بده. اتفاقی که افتاد اینه که در این همگرایی که بین مردم ایران چه در داخل چه در خارج، در این خیزش سراسری که مردم نهایتاً تونستن به یک آرمانی در راستای خواستن مطالبه حقوق اولیه و حقوق بشری داشته باشن که همش همگرا شد، این اتفاق هم بسیار کمک کرد. یعنی اون نفرتی که نسبت به پوتین در این تجاوز به روسیه به اوکراین ایجاد شده بود اینجا هم به کمک مردم ایران اومد. یعنی یک جور در واقع من همیشه تعبیر میکنم که ابر و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دادن که نهایتا در یک فرصت تاریخی و همه صدای مردم ایران در یک نقطه جمع بشه، صدایی که در واقع در شعار زن زندگی آزادی میشه گفت تمام مطالباتی که از منظر تبعیض در طول این 43 سال تجربه کرد ملت ایران تونست در یک همگرایی با هم نوایی به کل مردم دنیا در واقع به گوش دنیا برسه و جمهوری اسلامی به نظر میاد که در واقع بدترین شانسی رو که در کل تجربه 43 سال آورده همین نقطه بود که همه چیز با هم دیگه مچ شد.